با سلام به یاران عزیزم، با آرزوی توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلی مراحل زندگانی. دوستان عزیزم، در مباحث مختلفی که در قرآن مجید طرح شده، میتونیم بگیم یکی از مهمترین فصول به آفرینش هستی برمیگرده. فیلسوف هایی که بهشون میگن فیلسوف های پیرو مکتب ماتریالیسم دیالکتیک، نفی میکردند وجود خالق رو، میگفتن هرچی هست همین ماده است و این ماده همیشه بوده و نیروی محرکش که در اثر اون همه چیز به وجود میاد و از میون میره دیالکتیکه. دیالکتیکش مبتنی بر تز یعنی فنومن، آنتیتز یعنی ضد اون فنومن که توسط خود اون فنومن ساخته میشه، و سنتز یعنی نتیجه این جدال. یه دست فلاسفه بودن که میگفتن که این نظریه باطله و به نزد عقل هر داننده‌ای هست که با گردنده گرداننده‌ای هست. گردش یک نیروی گرداننده لازم داره، یه دونه فرفره خود به خود نمیتونه به چرخه، شما این که این فرفره رو به چرخه و گردش در میاره. این نظریه کسانی بود که اثبات وجود خالق رو میخواستن بکنن. اما قرآن مجید نمانند یک کتاب فلسفی و نمانند یک کتاب علمی و نمانند یک کتاب عرفانی به طرح مسئله خدا به عنوان یک موضوع ضروری الاثبات نمی پردازه. گوینده کتاب خداست، کسی که داره صحبت میکنه که دیگه خودش رو اثبات نمیکنه، در مرحله ثبوتی داره سخنرانی میکنه، داره حرف میزنه. خود صحبت کردنش، خود وحی فرستادنش، خود مبعوث کردن پیغمبران دلیل بر وجودشه. به همین دلیل به اثبات خودش نمیپردازه. در هیچ آیه‌ای ما سخن از اثبات خداوند نمی بینی، سخن از اثبات وحدت خداوند به طریق عقلی می بینی، اما از اثبات خداوند نمی بینی. یعنی استدلال های عقلانی و منطقی در قرآن وجود داره که ناظر بر یگانه بودن خداونده، یگانگی خداوند رو اثبات می کنه، یعنی توضیح می ده، اما وجود خداوند رو اثبات نمیکنه. وجود اندر کمال خیش ساری است. تعین ها امور اعتباری است. تعین بود که از هستی جدا شد، نه حق بنده و نه بنده خدا شد. یعنی کسی نمیاد وجود اقیانوس رو اثبات بکنه، رابطه بین اقیانوس و قطره رو میشه توضیح داد، چگونگی ظهور قطره رو میشه توضیح داد، اما خود وجود قطره دلالت بر وجود اقیانوس میکنه. خداوند وجود خودش رو اثبات نمیکنه، اما یگانگی خودش رو توضیح میده. و برای اثبات یگانگی خداوند توضیحی که ارائه میشه توضیح منطقیه، و منطقی که منطقه شخصی و فردی و خصوصی نیست، بلکه منطقه یونیورساله، منطقه کیهانیه. یعنی اصل نظم رو مطرح میکنه، برهان نظم رو مطرح،
میگه ولو کان فیها آلهت الا الله لفسدتا، یعنی اگر جهان، کیهان، یونیورس که مبتنی بر اصل نظمه میخواست دو تا دیرکتور داشته باشه یا بیشتر، به فساد کشیده میشود. جهانی که از عدم به وجود پا گذاشته و همچنان با نظم در درونش کهکشانها ظهور میکنند که دوران تولد دارند، دوران نوجوانی و دوران جوانی دارند، بعد کهل میشن، پیر میشن، بعد از بین میرن، متلاشی میشن، اینها با یه نظم یگانه انجام میگیره. کهکشانهایی که تا حالا مشاهده کردم اصلا قابل شمارش نیست، اما کهکشانها به یک نحو زاده میشن، به یک نحو رشد میکنن، تحول پیدا میکنن و به یک نحو پیر میشن و بعد توسط سیاه چاله های عظیم بلیده میشن. نظم در هستی وجود داره. فرض بفرمون یک کتاب خونه رو در نظر بگیرید، یه قسمتش کتاب های تاریخی چیده شده، یه قسمتش کتاب مربوط به جغرافیه، یه قسمتش مربوط به ادبیات، یه قسمتش مربوط به داستان های پلیسیه. یه وقتی شما وارد این کتابخونه میشین، متوجه میشین که این کتابخونه رو یه کتابدار که آشنا به فن و اصول کتابشناسی و کتابداری چیده. چینشش دلیل بر اینه که اینجا اتفاقی این کتابا کنار هم اینجوری قرار نگرفتن. قفسه های متعدد وجود داره، در هر قفسه ای بر اساس سوژه مشخص یه سری کتاب وجود داره. این کتابخونه و نظمی که درونش وجود داره نشان دهنده اینه که یه کتابدار، کتابشناس دایرکتور اینجاست، مدیر این کتابخونه است. حالا ممکن تو کتابخونه نباشه، اما وقتی شما میاید از وجود نظم در اینجا متوجه میشین که اینجا داره اداره میشه توسط یک مدیر قابل. اما این نظم استاتیکه، یعنی اگه کسی تو این کتاب خونه نیاد، بعد 200 سال یه نفر بیاد توش، این کتاب ها سر جاش دست نمی کنه. اما نظمی که توی کیهان وجود داره نظم دینامیکه، نظم استاتیک نیست. یعنی هر لحظه وقتی که شما نگاه میکنید به کیهان، میبینید یک ستاره متولد میشه که نبوده و چند ستاره معدوم میشن و دیگه نشانی ازشون باقی نمونه. دائم در حال تولد و مرگند. فنومن ها، اتفاقات، پدیده ها، اشیا، کهکشان ها، ستاره های عظیم، اینها دائما در حال شدنن، در حال بودن نیستن، در حال تحولن، تولد و مرگ دارن اما منظم. و این نظم دینامیک نشان دهنده نه فقط وجود ناظم و دایرکتوره، بلکه نشان دهنده حضور مداوم دست‌های قدرتمند اون در تنظیم قواعد هستی بر مبنای تقابل نیروهایی که اثر خونسا کننده رو هم دیگه میذارن و این تعادل رو حفظ میکنن. خداوند به این برهان ارجاع میده. اعم نظم دینامیک یا نظم استاتیک، خاصیت نظم اینه که یه دونه دایرکتور داشته باشه که تصمیم بگیره که اینجا چه کتابایی باشه تو اون قفسه، اونجا چه کتابایی باشه، اونجا چه کتابایی باشه. یعنی یک هدایت و رهبری وجود داشته باشه. اما اگه دو تا دایرکتور وجود داشته باشه، هر کدوم بر مبنای سلیقه خودشون میخوان نظم رو تغییر بدن،
در نتیجه ایجاد بی‌نظمی میشه، به هم ریختگی ایجاد میشه. ان الملوک اذا دخلوا قريهن افسدوها و جعلوا عزته اهلها اذله. یعنی هر کدومشون میخوان بر مبنای تمایلات و سلیقه های خاص خودشون به چینش این کتاب ها بپردازن، اون چیزی که به نظرشون بهتر میرسه، به هنجارتر میرسه. در نتیجه در اثر اختلاف سلیقه و عقیده شون که هر کدوم میخوان نظم خاص خودشون رو برقرار کنن، در کل کتابخونه بی نظمی ایجاد میشه. وجود نظم و وجود نظم دینامیک در سراسر کیهان برای کسی که پشت آینه تلسکوپ های عظیم که آینه هاش 20 متره، قطر آینه هاش 20 متره، نشسته و داره کیهان رو رصد میکنه و نوری رو که 13 میلیارد و چند صد میلیون سال پیش حرکت کرده و این الان میبینه و از خلال نوری که داره رصد میکنه تمام پدیده ها رو مشاهده میکنه، عکس برداری میکنه، آنالیز میکنه با ابر رایانه ها، میبینه همه چی بر اساس نظم داره جا. مثل یک بازی شطرنج که توش مهره ها بر اساس یک قانونمندی ویژه حرکت داده میشن، اتفاقی و تصادفی و بی نظمی نیست، نظم داره. این مسئله نه فقط نشان دهنده وجود ناظمه، بلکه نشان دهنده وجود یک ناظمه و اینه که خداوند بهش استناد میکنه. میگه اگر دو ناظم وجود میداشت برای اداره هستی، هستی پا نمیگرفت، بی نظمی ناهنجارش میکرد و ناهنجاری سبب اعدامش میشد و از بین میرفت. این استدلال در قرآن مجید وجود استدلال منطقی، یعنی چیزی که منطق میپذیرش و تجربه ثابتش میکنه، قانونمند. دقت کنین عزیزان، خداوند برای بیان اثبات یگانگی خالق ناظم به برهان یونیورسال ارجاع میده، به نظم کیهانی ارجاع میده. بحثم رو میخوام به اینجا برسونم، یعنی جایگاه کیهان در معرفت نسبت به آفریننده کیهان. این روش قرآن مجید، کیهانی که نبوده و الان هست و در رصد خانه رصد کنندگان قابل مشاهده است. هر چقدر که رصد کننده ادوات رصدش قوی تر میشه، دورتر رو میتونه مشاهده کنه، کوچکتر رو میتونه مشاهده کنه و ضریب دقت مشاهدهش رو بالا. این ویژگی رصد کننده است. در قرآن به این مسئله اشاره میشه. پس ضرورتاً برای کسی که میخواد خداشناسی پیشه کنه، دو مرصاد وجود داره، یعنی دو تا رصدخونه وجود داره. یه رصدخانه‌ای که خارج از ذهن رو مشاهده میکنه، یعنی جهان بی‌پایان، و یک رصدخانه که خودشه. و آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. یعنی اینجوری نشانهای خودمون رو در دسترس رصد کنندگانی قرار دادیم که هم بیرون رو رصد میکنن و هم درون رو رصد میکنن تا به یه نقطه برسن
نقطه حق و حق و حقیقت مطلب و حق و کنه مطلب برسن، این مسئله براشون تبیین بشه. پس خداوند اینجوری صفحه گیتی رو در برابر ما باز میکنه. اما صفحه گیتی عالم خارج از ذهنه که از طریق حواس پنجگانه میشه بهش وصل شد و رصدش کرد. اما خداوند بیان میکنه که هستی و جهان آفرینش که توسط خداوند آفریده شده محدود به جهان محسوسات نیست. ادراکات حسی یه 20% جهان رو میتونه ببینه، 20% یونیورس، 80%ش ذاتاً نامرئیه، اسمش رو بذاره غیب. ولی میگه اون عالم نامرئی رو اگر تو بال در بیاری مثل پنگوئن که زیر دریا غوطه میخوره شنا میکنه، خداوند عارف سالک رو به ماهیایی تشبیه میکنه که در عمق اقیانوس دارن غوطه میخورن و دائم در حال حرکت و تماشا هستن. حلقه زلفش تماشا خانه باد سباست، جان صد صاحب دل اونجا بسته یک مو ببین. وقتی که انسان در عالم غیب قوت میخوره با ادراکات فراحسی شروع میکنه جهانی رو که ذاتن برای حواس نامرئیه و نامحسوسه مطالعه کردن. این دو مرساده، این دو رصدخانه است که مطالعه آثار آفرینش پروردگاره. اثر نتیجه عمله و عمل دلالت بر عامل داره، اینجوری که انسان به خالق هستی پی می‌بره. تا ادامه این گفتار شما یارم عزیزم.